بسم الله الرحمن الرحیم. همایش ساختمان داده و طراحی الگوریتم با هدف حل 5 سال آزمون دکترا از سال 99 حل سوالات رو آغاز می‌کنیم. چون تعداد سوالات زیاد هست و کارمون زیاد، من دیگه بدون توضیحات بیشتر کار رو آغاز می‌کنم. سوالات سال 99. اولین مسئله سال 99 درباره درخت هافمنه. در مورد هافمن حالا بازم سوال خواهیم داشت. فعلا حل این مسئله ساده بوده. دو تا گزاره الف و ب داریم درباره هافمنی که انتا کاراکتر داره. الف میگه کد هافمن یک کاراکتر یک بیتیه، فقط در صورتی که تعداد تکرارش کمتر از جمع تکرار بقیه نباشه. خب این ببینید، با این مثال اگه این مثال رو در نظر بگیرید، الان آ تعداد تکرارهای کاراکتر آ از مجموع بقیه کاراکترها کمتره. مجموع دوتای دیگه 6ه ولی این یکی 5ه فراوانیش. اگر درخت هافمن رو برای این بسازیم، میبینیم که آ طولش 1 میشه. یعنی اول من باید بی و سی رو با هم دیگه ادغام کنم، چون این دوتا مجموعشون کمترین مجموعی هست که به دست میاد. این دوتا کوچکترین هن و بعد مجموعاً فراوانی 6 رو دارن. پس آ از سمت چپ به اینها اضافه میشه. همونطور که میبینید در نهایت آ رمزش به طول 1ه، 1 بیتیه. یعنی در حالی که مجموع دوتای دیگه بزرگتر از آ بود. خب پس الف رد میشه. حالا جالبه، یه انتقادی که من از سوالات آزمون ها دارم معمولا اینه که ما کلی ادعای غلط بنویسیم که هنری نیست. من میتونم میلیون ها جمله غلط بنویسم درباره چیزهای مختلف. باید الف و به جیم و دالایی که میدن ادعاهایی باشه که درست غلط بودن اونها یک معنای مفهومی این وسط داشته باشه. حالا به هر حال الف که براحتی با یه مثال نقض رد میشه. در مورد به دقت کنید، الف اگر و تنها اگر بود، به همین خاطر با یک مثال رد شد. به اگر کاراکتری بیشترین تکرار رو داشته باشه و تعداد تکراراش از n سوم بیشتر باشه، اون وقت کد هافمنش تکبیتی میشه. خب ببینید، n قرار بود که طول کل متنمون باشه، نه تعداد کاراکترهامون. n طول کل متنمونه، اینو دقت داشته باشید. در مثالی که اینجا میبینید، من یه متنی دارم که 3 تا x داره، 3 تا y، 3 تا z، 5 تا a. طول کل این متن 14 هست. تعداد تکرار a 5. 5 از n سوم بیشتره، از 14 سوم بیشتره. خب حالا وقتی که در کد هافمن رو تشکیل میدیم، در نهایت به این درخت میرسیم. حالا هافمن رو هم بلدید که دیگه به دست بیارید. و آ تکبیتی نیست، در حالی که تعدادش بیشتر از n سومه، فراوانیش بیشتر از n سومه. بنابراین تو این مسئله با دو تا مثال نقص الف و ب رد میشن هر دوتا. بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله جالبی درباره هافمن نبود، ولی بعداً درباره هافمن مسئله های جالب داریم که معنای خوبی هم داشته باشن. مسئله بعدی در واقع این مسئله قبلاً در آزمون ریاضیات گسسته آزمون ارشد اومده بوده، شبیه این مسئله. یکی از تمرینات گریمالدی هست، یه مثال ساده از گریمالدی. ببینید یک گراف کامل 10 رأسی داریم. وزن یال ها مجموع شماره های دو طرفشه.
مثلا وزن این یال 11، وزن این یال 12 هست، وزن این یال 5، چون 2 به علاوه 3 میشه 5. خیلی خوب، پریم رو میخوایم اجرا کنیم. توی پریم میدونید که باید رأس آغازین مشخص بشه. از رأس شماره 10 شروع میکنیم. رأس شماره 10 اینه، سبکترین یالی که به رأس شماره 10 میاد رأسیه که از بین 10 و 1 داریم. بنابراین این یال اولین یالیه که به درختمون اضافه میکنیم. خیلی خوب، این از این. بعد حالا دیگه در بین تمام یالهایی که از رأس 1 خارج میشن یا از رأس شماره 10 خارج میشن، من سبکترین رو میخوام. معلومه که آی به علاوه جی موقعی کمه که تا حد امکان آی کم باشه، جی کم باشه. و این سبکترین یال ها از 10 شروع نمیشن، از 1 شروع میشن، لااقل یه سمتشون 1 باشه. و این یال بعدی که به درخت اضافه میکنیم یال از 1 به 2 هست، بعد 1 به 3 سبکترین یال ها اینها هستن، 1 به 4، 1 به 5، 1 به 6 و در نهایت 1 به 9. بنابراین آخرین یالی که به درخت اضافه میشه یال 1 به 9. این یال آخرین یالیه که اضافه میکنم. سوال اینه که وزن این یال چنده؟ خب وزن این یال 10 و گزینه 2 درسته. این از اجرای پریم. مسئله بعدی هم خیلی ساده بود. در بهترین حالت کدومی که از این روش ها کمترین زمان اجرا رو داره؟ میدونید که روش درجی بین روش های مرتب سازی روش عجیبیه، هم از نظر هم وقتی بده خیلی بده، هم وقتی خوبه خیلی خوبه. روش درجی روشی هست که زمان اجراش خیلی خیلی وابسته به تعداد وارونگی ها در ورودیه، تعداد وارونگی ها یعنی تعداد AI و AJ هایی که ترتیبشون عکس شده، ترتیبشون درست نیست. در روش درجی زمان اجرای روش درجی همونطور که میدونید دقیق ترین فرمول برای زمان اجرای روش درجی اینه، تعداد اعداد به علاوه تعداد وارونگی ها. خب حالا اگر ما لیستی که میدیم بهش یه لیست سعودی باشه اصلا وارونگی نداره، بنابراین زمان اجراش به N میرسه. پس روش درجی بهترین زمانی که داره او N، اما میدونیم که انتخابی اینطور نیست. یا مرج N log N هست یا کویک سورت بهترین زمانش N log N هست. و به این گزینه 1 درسته. حالا من اینجا زمان اجراها رو بهترین و بدترین و متوسطش رو براتون نوشتم، حالا بعدا توی کانالم قرار میدم. حالا اینا رو که میدونم اکثرش رو حفظ و بلد هستید خودتون، نکاتی که مهمه بهش دقت کنید، یکیش همینه که الان خدمتون عرض کردم که در روش درجی زمان اجرا به شدت به تعداد وارونگی ها ربط داره. برای این اگر یک ورودی سعودی بهش بدید که قبلا مرتب شده هست، چون وارونگی نداره زمان اجرا خطی میشه. اما اگر یک ورودی معکوس یعنی نزولی بهش بدید، همه جفت ها وارونگی هستن، تعداد وارونگی ها میشه ترکیب 2 از n، چون تمام جفت ها وارونگی هستن و این بدترین حالت اتفاقی که ممکنه برای درجی بیفته. برای دنباله نزولی به بدترین زمان ممکن میرسه که البته ON2 هست. و اگر دنباله تقریبا مرتب باشه، تقریبا مرتب یعنی چی؟ یعنی تعداد وارونگی ها عدد ثابتی باشه، یه دنباله به طول N که مثلا در اون فقط 5 تا زوج جابجایی لازم دارن، در این صورت باز زمان اجرای روش درجی N به علاوه تعداد وارونگی هاست، باز مرتبه ON میشه، باز خوبه، روش خوبیه برای اینها. اگر دنباله تقریبا مرتبه، یعنی به شما میگن که یه دنباله‌ای داریم
در این دنباله فقط 3 تا عدد هست که در جای خودش قرار نداره. اون وقت روش درجی میتونه براش مناسب باشه. اگر ما مطمئن بشیم که تعداد وارونگی ها هم عدد ثابته که دیگه چه بهتر. خب کویک سورت، در مورد کویک سورت مرتب سازی سریع، همه چیز بستگی به این داره که اون عنصری که به عنوان محور انتخاب میکنیم از شانس من و شما چندمین آماره باشه. اگر این عنصر میانه باشه و چپ و راستش تعداد برابری قرار میگیره، بنابراین مثل شبیه میج سورت عمل میکنه و به زمان n log n میرسه که بهترین زمان هست براش n log n. اما اگر عنصر محور عنصری باشه که آماره اوله یا آماره آخره، یعنی کوچکترین یا بزرگترینه، یا آماره دومه، یه سمتش یه عدد میفته یه سمتش بقیه عددا میفتن، در این حالت ها به بدترین زمان ممکن میرسه و اون وقت در زمانش از مرتبه دو میشه، n دو میشه. همه چیز بستگی داره که عنصر محور آماره چندم باشه. خب بریم مسئله بعدی. یه لیست پیوندی، چه لیست پیوندی غیر حلقوی چه لیست پیوندی حلقوی، رو ما میتونیم هم با استفاده از چند تا آرایه، یعنی آرایه 3 بعدی، 4 بعدی، 5 بعدی پیاده سازی کنیم، هم میتونیم با استفاده از ساختمان داده صف پیاده سازی کنیم، هم با استفاده از ساختمان داده پشته. این موضوعیه که خود متن کتاب CLRS و گزینه 3 خب مشخصه گزینه 3 است. این موضوع حفظیه دیگه، توضیح نمیدم. درباره این که مسئله بعدی، در پیمایش های DFS و BFS از چه ساختمان داده هایی استفاده میشه؟ خب اینو یه خورده با جزئیات به موضوع دقت کنید. میدونم که اکثرا اینو بلدید دیگه، میدونیم که در پیمایش BFS از صف استفاده میکنیم و در پیمایش DFS از پشته استفاده میکنیم. اینو که میدونم بلدید، متا یه خورده به جزئیات کار دقت کنید بچه ها، به جزئیات کار دقت کنید. ببینید مثلا این گراف، به هر حال یه جوری ما باید این گراف رو به برنامه بدیم. ورودیمون معمولا وقتی چیزی نمیگن ما فرض میکنیم که به شکل لیست مجاورت باشه. بله به شکل لیست مجاورت باشه. مثلا من اینجا توی موقعی که دارم ورودی میدم به برنامه، برای نود آ مجاورهای آ، یعنی ما بعدهای آ، همسایه های آ، همسایه های خروجی هاش منظورم، همسایه ها رو بعد به شکل یک لیست پیوندی یک سویه مشخص کنم، درج کنم. خب این که برنامه موقعی که داره اجرا میشه و مثلا میخواد از آ حرکت کنه، پیمایش رو انجام بده، اول سراغ بی بره یا اول سراغ سی بره، بس در عمل بستگی به این داره که هنگامی که ما ورودی رو میدادیم به برنامه، اول بی رو در داخل اون لیست قرار دادیم یا اول سی رو قرار دادیم. اینو دقت کنید، این بستگی به ما داره. حالا چون طراحان سوال وقت ندارن که به شما ورودی رو بدن، فرض میکنن ترتیب حروف انگلیسی یا یه اولویت دیگه ای تعریف میکنن، ولی عملا اون چه اتفاق میفته اینه که شما وقتی کدومین وشتید، وقتی ورودی ها رو میدادید، وقتی که دیتا رو میدادید به برنامه، اینجا اول بی رو نوشته باشید توی لیست یا اول سی رو نوشته باشید. این خب این از این. حالا موقعی که از آ بخوام شروع کنم به بی اف اس، اگر یادتون باشه اتفاقات اینطوری بود، میگه از کجا میخوای شروع کنی؟ از آ. یه صف داریم، اول خالی آ رو در داخل صف قرار میدیم، بعد کاری که از این به بعد قرار شروع بشه اینه که از صف برداشته بشه، ما بعدهاش در صف درج بشن. این کار مدام باید تکرار بشه.
آ رو از صف بر میداریم ولی این دوتا رو بی و سی رو در داخل صف درج میکنیم. اول بی رو بعد سی رو درج میکنیم. دقت کنید موقعی که داریم میخونیم اول بی رو میبینیم بعد سی رو میبینیم. به هر حال بی و سی اینجا درج میشن ولی آ برداشته شده. دفعه بعد دوباره بی از صف برداشته میشه و دی و ایکس میان پشت سرش به جاش درج میشن، به صف اضافه میشن و بعد دی و ایکس اضافه میشن، بی برداشته میشه و فیلد رنگش تغییر میکنه در این لحظه. الان وقتی بی رو بر میداریم خود به خود نوبت سی میشه، یعنی خود به خود پیمایش بی اف اس انجام میشه، نوبت سیه بعدش. برای این بی اف اس از صف استفاده میکنه، اما اگر دی اف اس بود از پشت استفاده میکردیم، یعنی پشت خود به خود دی اف اس رو اجرا پیاده میکنه براتون. اگر به جای صف از پشت استفاده میکردم، اول آ در داخل پشت قرار داشت، آ رو بر میداشتم و بی و سی رو در داخل پشت درج میکردم. آ رو بر می داشتم و بی و بعد سی رو در داخل پشت درج. اینجا دقت کنید اول بی رو درج می کنیم بعد سی رو، در اتفاق جالبی اینجا می افته. یعنی اول سی بعد بی نیست، اول بی رو درج می کنیم بعد سی رو، در اینا میان داخل پشت درج می شن. خب بعد حالا سی از پشت برداشته می شه، سی از داخل پشته برداشته میشه، یعنی فیلد رنگش تغییر میکنه. بعد همسایه هاش که ای و ایکس باشن در داخل پشته درج میشن، سی برداشته میشه، ای و ایکس در داخل پشته درج میشن. دفعه بعد ایکس بالای پشته قرار داره، به همین خاطر داره به شکل دی اف اس حرکت میکنه. میبینید داره به شکل عمقی حرکت میکنه. آ سی ایکس به این کارش ادامه میده، به این مسیر ادامه میده. به هر حال دیگه هممون اینو بلدیم دیگه، در بی اف اس از صف استفاده میکنیم، در دی اف اس از پشته استفاده میکنیم. برای به ترتیب فکر کنم اولی پشته بعدی صف گزینه یک میشه. بریم مسئله بعدی. یه مسئله جالبی درباره روش پویا. ببینید یه علامتی رو تعریف میکنیم به نام X, I و J. در این سوال مثلا وقتی من میگم X 5 و 16 منظورم اینه. اولی میگه 5 تای اول رو در نظر بگیر. دومی میگه زیر مجموعه ای از 5 تای اول وجود داره که مجموعشون 16 بشه. وجود داره یا وجود نداره؟ اگر وجود داره ترو، اگر وجود نداره فالس. خیلی خوب، الان مثلا تو مثال من x 5 و 16 یعنی توی از a1 تا a5 آیا زیر مجموعه ای هست که مجموعشون 16 رو به شما بده؟ بعد شما نگاه میکنید ببینید بله 7 و 9 با هم دیگه 16 میشن، بنابراین مقدارش میشه ترو. خیلی خوب، حالا میخوایم ما به شکل پویا از زیر مسئله ها به زیر مسئله های بزرگتر برسیم. اون رابطه ای که استفاده میکنیم رو از ما خواسته، رابطه x i و j با زیر مسئله های کوچکتر از خودش رو میخوایم به دست بیاریم. خب میدونید دیگه من همیشه یه استراتژی درباره پیدا کردن این فرمول های بازگشتی دارم. میگم فرض کنید که از یک تا آیمن ها یک قبلا فکرامونو کردیم، زیر مسئله ها حل شده، حالا یک پیشنهاد جدیدی به نام AI میاد وسط. دو حالت داریم، یا از AI استفاده میکنیم یا از AI استفاده نمی کنیم. مثلا اینجا رو ببینید، مثلا من میخوام توی این مسئله قبلا در مورد این آیمن ها یک تا تمام مقادیر x آیمن ها یک و یک، x آیمن ها یک و دو همه رو به دست آوردم. آیا زیر مجموعه ای دارن که مجموعشون بشه یک؟ زیر مجموعه ای دارن که مجموعشون بشه دو؟ زیر مجموعه الی آخر همش رو قبلا حل کردیم. حالا یه خورده اندازه مسئله بزرگتر شده، یه AI هم وارد کار شده. خب
وقتی که میخوام ایکس ای و مثلا 9 رو حل کنم، آیا در این آیتا زیر مجموعه ای از اینا هست که مجموعشون بشه 9؟ بعضی وقتا بدون استفاده از AI هم این مسئله جواب داشت. مثلا الان توی همون آی منهای یکتای قبلی، من قبلا فهمیده بودم که X آی منهای یک و 9 یکه، یعنی یه مجموعه ای وجود داره توی اون آی منهای یکتای قبلی که مجموعش میشه 9. در این حالت خب این میشه ترو، این یه حالته که بشه ترو. یا حالت دیگه اینه که نه، قبلی ها چون این چیزی نداشتن. مثلا فرض کنید که الان میخواییم من و شما به ایکس آی و 19 فکر کنیم، آیا در این آیتا زیر مجموعه ای وجود داره که مجموع 19 رو به شما بده؟ خب از اون آی منایت های قبلی چه خبر؟ نه، اونا نمیتونن مجموع 19 رو ایجاد کنن، پس امیدی به این حالت اول ندارم. حالت دیگه ای که وجود داره اینه که اون آی منهای یکتای قبلی به جای مجموع 19 مجموع 14 رو به من بدن، بعد خود AI 5 دیگه 5 رو بهش اضافه میکنه، 19 ساخته میشه. یعنی کافیه که X آی منهای یک و 19 منهای AI ترو باشه. این قبلی ها آیا مجموعه ای که جمعش 14 بشه ندارن؟ چرا؟ دارن. الان تو شکل دارید میبینیدش دیگه، مجموعه 14 رو میشه ساخت، مثلا 3 و 7 و 2 و 2 با همدیگه مجموعه 14 رو دارن. حالا اگر AI رو هم بهشون اضافه کنیم مجموعه 19 به دست میاد. خلاصه با این توضیحات میخوام بگم که بچه ها در X, I و J اگر میخوای در این آیتا زیر مجموعه ای پیدا کنی که مجموعش بشه J، دو حالت داره. یا باید همون قبلی ها این به تنهایی بتونن این کار رو بکنن، یعنی بدون استفاده از AI، بدون استفاده از این، همون قبلی ها بتونن چون این مجموعی رو به ما بدن، یا اینکه قبلی ها جی رو نمیتونن بسازن، قبلی ها جی منهای AI رو بسازن، بعد ما AI رو اضافه میکنیم، AI به کمک قبلی ها میاد روی هم رفته جی ساخته بشه. در هر کدوم از این اتفاقات بیفته، اتفاق مورد نظر ما رخ داده، چه این اتفاق بیفته چه این اتفاق بیفته، برای این بعد اور بینشون بذاریم. برای بین گزینه ها گزینه صحیح گزینه یکه که ببخشید گزینه سه هست، گزینه سه هست. میگیم که برای اینکه ایکس آی و جی ترو بشه، یا باید آی منهای یکتای قبلی چون این زیر مجموعه ای داشته باشن، یا باید آی منهای یکتای قبلی بتونن جی منهای AI بسازن که بعد با اضافه شدن AI مجموع جی ساخته بشه. در این دو حالت مقدارش ترو باید بشه، پس گزینه سه درسته. بریم مسئله بعدی. سوالی که نداشتید درباره قبلی روشن بود دیگه، درسته دوستان؟ آره. مسئله بعدی خیلی خوب، یکی از مسئله های معروفی که در حالت خاص در رده پی قرار داره، در زمان چند جمله ای حل میشه، مسئله پیدا کردن مجموعه مستقل کاراسیه. با من همراه بشید در این زمینه. ببینید اگر این سوال رو چه شکلی میپرسیدن MP complete میشد، اگر چطوری بپرسن در رده پی قرار داره. اول مجموعه مستقل یعنی چی؟ به این شکل نگاه کنید، به این گراف نگاه کنید. در این گراف من میتونم 4 تا نود که هیچ کدوم مجاور هم نباشن پیدا کنم.
همین نودهایی که با رنگ قرمز مشخص کردم. شاید 5 تا هم بتونم، ولی دارم تو مثال کارو 4 میگیرم. الان به ازای کاموساوی 4 این گراف یک زیر مجموعه 4 عضوی که هیچ کدوم مجاور هم نباشن داره. این 4 تا. این 1 2 3 4. به این میگن یه زیر مجموعه 4 عضوی مستقل. خیلی خوب. بعد دقت کنید، مستقل بودن این 4 تا در داخل گراف جی معادل است با اینکه در مکمل جی این 4 تا با هم یک گراف کامل درست کنن، یعنی هر 4 تا مجاور هم باشن. در گراف مکمل اینا با هم تشکیل یه خوشه میدن، خوشه 4 عضوی، یعنی زیر گراف کامل 4 عضوی. بگذاریم. به ازای عدد ثابت کا، اگر من بخوام در یک گراف با n تا رأس ببینم آیا زیر مجموعه مستقل کا عضوی وجود داره یا وجود نداره، چقدر باید زمان بذارم؟ خب حتی اگر از بدترین روش‌های برنامه نویسی هم استفاده کنیم، در زمان چند جمله‌ای حل میشه. ببینید چطوری حل میشه. بیایم میگیم که n تا نود داریم. میخوام ببینیم آیا در بین این n تا نود کا تا دونش که مستقل باشن وجود داره یا وجود نداره. خب اول باید ببینیم چند تا کا عضوی میشه، در مثلا چند تا کا تایی داریم. این 4 تا، این 4 تا، این 4 تا، تعداد این 4 تا یا چند تاست؟ انتخاب کا تا از بین n تا. فرض کنید برنامه ما دونه 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 همه اینا رو میخواد بررسی کنه، این کاتا مستقل هستن یا نه، اونا چی، اون چه، اون کاتا چی، این کاتا چی. خب پس این مقدار باید بررسی. خب حالا بریم سراغ یکی از این کاتایی ها. مثلا این 4 تا رو میخوایم بررسی کنیم، بین این 4 تا چند تا یال ممکنه وجود داشته باشه. ما باید بررسی کنیم که بین این دوتا یال وجود داره یا نه. اگر وجود داشت که کار تمومه، اگر وجود نداشت باید ادامه بدیم. بین این دوتا چطور؟ بین این دوتا چطور؟ بین این دوتا، بین این دوتا، بین این دوتا. چقدر اینجا باید زمان بذارم؟ تعداد یالهایی که بین کا تا نود ممکنه وجود داشته باشه. انتخاب دوتا از بین کا تا. اگر ما بخوایم تمام ترکیب‌های کاتایی و بعد در هر ترکیب کاتایی تمام جفت‌ها رو بررسی کنیم، زمانی که لازم هست، می‌دونید ترکیب کا از n از رده n به توان کا هست. این بد نیست اینو به عنوان تجربه بدونید که هر بار نخواهید حسابش کنید. انتخاب دوتا از n تا از مرتبه n به توان 2ه. انتخاب 3 تا از انتا از مرتبه n به توان 3. وقتی حسابش میکنید میبینید چند جمله یه درجه 3 میشه. ترکیب کا از n از مرتبه n به توان کا هست. ترکیب 2 از کا از مرتبه کا به توان 2 هست. بنابراین اگر کا عدد ثابتی باشه، 2 3 4 5 6 اینا باشه، این در از رده چند جمله ایه. این از این. بعد همین مسئله اگر به جای کا روی n منهای کا حل بشه، خب فرمولش همینه دیگه، فقط به جای کا n منهای کا، به جای اینکه دنبال در بین n تا عنصر دنبال 3 تا دونه مستقل باشم، دنبال n منهای 3 تا دونه مستقلم. خب باشه، اینم مثل قبلی میشه انتخاب n منهای کا تا از بین n تا، ترکیب 2 از n منهای کا. طبق همون فرمول قبلی به اینجا میرسیم. بعد حالا آیا این هم از مرتبه چند جمله ایه؟ دوباره باید کا عدد ثابت باشه دیگه. اگر کا عدد ثابتی باشه، مقدار ثابتی داشته باشه، بله این هم نهایتاً اگر دقت کنید به جای کا اگر عدد ثابتی بذارید
مثلا n من های 2 به توان 2 n به توان 2، این نهایتا میشه n به توان 4، یعنی n به توان کا n به توان 2 میشه n به توان کای به اضافه 2، مرتبهش اینه. بنابراین در این مسئله که کار ما تموم میشه، چون راجع به کا مساوی 4 هست، هر دوی اینها هم دیدیم که این از مرتبه n به توان کا و این یکی زمان اجراش n به توان کای به اضافه 2، هر دو اینها در از رده چند جمله ای زمان اجراشون، پس هر دو مسئله عضو کلاس پی ان. اما حالا این که حل شد، اما دقت داشته باشید که داستان میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی الان فهمیدیم که اگر کا عدد ثابتی باشه یا n منهای کا عدد ثابتی باشه، اگر کا عدد ثابتی باشه اون وقت زمان اجرای هر دو اینها از مرتبه چند جمله ای هست. اما اگر کا عدد ثابتی نباشه، مثلا آیا در بین n تا رأس مجموعه شامل نصف گره ها، نصف گره ها یعنی n دوم گره ها وجود دارد که مستقل باشد؟ خب این دیگه زمان اجراش n به توان n دوم میشه، این دیگه چند جمله ای نیست، نماییه، این دیگه از مرتبه چند جمله ای نیست، اینو دقت داشته باشید، مرتبهش نماییه. بعد علاوه بر این، توی این سوال از ما نخواسته که مثلا بین مستقل ها بزرگترین مستقل رو پیدا کن. اگر اینو خواسته بود، این اون مسئله ساده ای نیست. ببینید دو تا مسئله خیلی معروف داریم که به هم تبدیل میشن. یکی از اونا که معروف تره پیدا کردن بزرگترین خوشه در یک گرافه. خوشه یعنی زیر گراف کامل. اگر به من بگی آیا در یک گراف با انتارس زیر گراف کامل پنج رأسی وجود دارد، خب این که زمان اجراش چند جمله ایه با همین بحثای بالا. اما اگر به من بگی در یک گراف با انتارس بزرگترین زیر گراف کامل را پیدا کن، اون وقت من نه تنها باید دو عضوی ها رو بررسی کنم، بلکه باید بعداً سه عضوی هم بررسی کنم ببینم داری یا نه، بعد باید چهار عضوی هم بررسی کنم، تا n عضوی هم باید بررسی کنم. این دیگه از مرتبه چند جمله ای نیست. توی چند جمله ای توان n باید عدد ثابت باشه. پیدا کردن بزرگترین خوشه یعنی بزرگترین زیرگراف یک مسئله np complete. من نمیگم از رده p نیست، دقت کنید اینا رو خوب یاد بگیرید. np complete نمیدونم از رده p هست یا نه، ولی میدونم np complete هست. تا اینجاشو فهمیدیم. خب بعد این مسئله قابل تبدیل به مسئله پیدا کردن بزرگترین زیر مجموعه مستقله، چون همونطور که گفتم وقتی که در گراف جی یه مجموعه مستقل باشه، معناش اینه که در مکمل جی این چارتا با هم یا این کاتا با هم تشکیل یه خوشه میدن، یه زیر گراف کامل. پس اگر من اینجا بزرگترین مستقل رو بخوام پیدا کنم، یعنی اینجا باید بزرگترین خوشه رو پیدا کنم. این دوتا مسئله معادل هم هستند و هر دو از خانواده NP کامل هستند. ادامه بدیم. مسئله بعدی یه مسئله جالب و شیرین در باره کار روی گراف ها. ببینید گفته که یک گراف جی داریم، گراف بدون جهت، بعد یه زیرگرافی از جی رو در نظر میگیریم به نام جی پرین. من روی شکل نشونتون بدم، یه گراف جی دارم مثلا این گراف، بعد یه زیرگرافی از جی رو مثلا این زیرگراف رو در نظر میگیریم، این جی پرین رو در نظر میگیریم. البته در صورت سوال نگفته که جیپرین حتما شامل همه نودها خواهد بود،
ولی من میخوام در این حالت مسئله رو بررسی کنم. یعنی من و شما برای راحتی خودمون میخوام ببینیم در حالتی که V و V پرین برابر باشن، یعنی زیرگرافمون همه نودها رو داشته باشه، این مسئله چطور بررسی میشه کرد. بعدا میبینیم که در سایر حالت هم همین گزینه درسته. خب گفته بعد که جی پریم رو انتخاب کردیم یک کاری میکنیم، وزن تعریف میکنیم. یالهای عضو جی پریم رو وزنشون رو صفر میگیریم، هزینه این یال، عبور از این یال هزینهش صفره، عبور از این یال صفر، اینا صفرن، این یالها هزینه صفر دارن. و یالهایی که عضو جی پریم نیستن هزینهشون رو یک تعریف میکنیم. بنابراین مثلا الان با این جی پریم من ببینید، مسافرت کردن از اینجا به اینجا هزینهش صفره، این صفره، این صفره، صفر صفر، با هزینه صفر میشه گشت روی این یالها. ولی یالهایی که عضو جی پریم نیستن عبور از اونها هزینه داره. چقدر؟ یک واحد هزینه داره. این یک واحد هزینه برمی داره براتون عبور کردن از این یالها. خب میگه بعد که این کارا را کردیم و وزن تعریف کردیم، حالا میایم یک نود عضو جی پریم رو، یک نودی که جزء نودهای گراف زیر گرافمون باشه رو میگیریم، مسئله کوتاه‌ترین مسیرهای تک منبع رو حل میکنیم. خب ببینید الان ما یه چیزی متوجه میشیم دیگه، دو حالت داره. اگر جی پریم ما هم بند باشه، مثلا مثل این شکل، مثل این شکل، اگر جی پریم هم بند باشه، چون مسافرت کردن روی جی پریم هزینهش صفره و جی پریم هم بنده، یعنی به همه روز راه داری روی جی پریم، جواب مسئله کوتاه‌ترین مسیرها صفر به دست میاد برای همه نودها، برای همه نودها صفر به دست میاد. شما از اینجا مسافرتتو شروع میکنی تا اینجا، تا اینجا، تا اینجا، مسیری با هزینه صفر از این نود به همه نودهای دیگه وجود داره، یا در این حالت همینطور. اما اگر جی پریمتون هم بند نباشه، مثل این مثال، شما مسافرت تو از اینجا شروع میکنی، کوتاه‌ترین مسیر تو برای خیلی از نودها صفره، برای بعضی از نودها صفر نیست، کوتاه‌ترین مسیر صفر به دست نمیاد بعضی وقتا. بنابراین مشخصه که با توجه به این حل مسئله کوتاه‌ترین مسیر چی رو میشه فهمید؟ میشه فهمید که آیا جی پریم هم بند است یا خیر. همین، اینو میشه فهمید. گزینه یک، آیا جی پریم درخت است یا نه، نمیشه اونو فهمید. چرا؟ چون من الان دو تا شکل دارم، عمدن این دو تا شکل رو در نظر گرفتم. یکی از این شکل‌ها درخته، این یکی درخت نیست. ولی برای هر دوی اینها یه جواب به دست میاد. یعنی برای این از وی شروع کنی، کوتاه‌ترین مسیر تا تمام نودهای دیگه صفر به دست میاد. از تو این شکل هم از وی شروع کنی، کوتاه‌ترین مسیر به همه نودهای دیگه صفر به دست میاد. حالا من چطور میخوام بفهمم که درخته یا درخت نیست؟ اینو که نمیتونم بفهمم. من فقط میتونم اینو بفهمم، مسئله رو حل میکنیم. اگر جواب مسئله برای تمام نودها صفر به دست اومد، یعنی جی پریم هم بنده. اگر نه، غیر صفر هم داشتیم، یعنی جی پریم نا هم بنده. فقط این رو میشه فهمید. تعداد یالها رو نمیشه فهمید. خوشه داشتن رو نمیشه فهمید. حالا دقت کنید، من در حالت وی مساوی وی پریم مسئله رو بررسی کردم. اگر وی مساوی وی پریم نبود، بعد این همه این حرفا رو می زدم، ولی روی جی پریم متمرکز می شدم فقط. بچه ها، روی نودهای عضو جی پریم متمرکز می شدم. متوجه شدید؟ خیلی خوب. مثلا بچه ها،
جنگل بودن یا نبودن آیا مشخص میشه؟ نه مشخص نمیشه، مشخص نمیشه. مثلا در این شکل اگر جیپرین این شکلی باشه، این جیپرین این شکلی باشه یعنی جنگل باشه، اتفاقی که میفته بعد که ما مثلا اونو حل کنیم، مثلا از این نود کوتاه‌ترین مسیرها رو به دست بیاریم، میبینیم که برای بعضی از گره ها کوتاه‌ترین مسیر صفره، برای بعضی از گره ها کوتاه‌ترین مسیر صفر نیست، یا یکه یا دوه یا لچک است. خیلی خوب میفهمیم گراف ما ناهمبنده. خب اگر گراف من مثلا درخت جنگل نبود، مثلا این شکلی بود، یه دور هم داشت، این دیگه جنگل نیست دیگه، آیا فرقی می کرد تو مسئله اصلی؟ نه، بازم جواب این بود که برای بعضی از نودها صفر به دست نمیاد. بنابراین جنگل بودن نبودن جیپلین رو نمیشه فهمید، فقط همبند بودن یا همبند نبودن جیپرین رو میشه فهمید. اگر برای تمام نودهای عضو وی پرایم جواب صفر به دست بیاد، یعنی جیپرین همبند بوده. در غیر این صورت جیپرین همبند نبوده. این از بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی بچه ها، از توی کتاب 600 مسئله راجع به این موضوع چند تا سوال اومده که خیلی دیگه تکرار شده، هم در آزمونهای ارشد هم در آزمون دکترا. ببینید، این که ما جستجوی یک کلید رو در درخت جستجوی دودویی یا اصلا در جستجوی دودویی یک کلیدی رو جستجو میکنیم، مثلا مقدار کلیدی که داریم جستجوش میکنیم کی هست، عددهایی که ملاقات میکنیم، اول A1 رو میبینم، بعد کلیدم با A1 یا کوچکتره یا بزرگتره، بعد میرم بعدی رو میبینم، تا حالا یا کلید رو پیدا میکنم یا میبینم در لیست من اون کلید وجود نداره. به هر حال عددهایی که در یک جستجوی دودویی ملاقات میکنیم چه ویژگی باید داشته باشن، چه ویژگی نباید داشته باشن. خب نکتهش اینه دیگه. ببینید، مثلا فرض کنید که شما تا الان با این عددها روبرو شدید، A1، A2 تا AI، کلیدی که دارید دنبالش میگردیدم K باشه. ویژگی که این عددها دارن اینه: اگر K از AI بزرگتر باشه، همه اعداد بعدی هم باید از AI بزرگتر باشن. میدونید چرا دیگه؟ مثلا در درخت جستجوی دودویی اگر به توضیحش گوش بدید واضحه دیگه. مثلا من اینجا الان 15 رو میبینم ولی دنبال کلید 17 میگردم، کلید از 15 بزرگتره، پس میام ادامه جستجو رو میرم سمت راست 15. سمت راست 15 فقط با عددهای بزرگتر از 15 سر و کار دارم. خب پس اگر کلید از آی بزرگتر باشه، از این به بعد همه عددها باید بزرگتر از آی باشن، و اگر کلید از آی کوچیکتره، از این به بعد همه عددها باید از آی کوچیکتر باشن. یا باید از این به بعد همهشون ازش بزرگتر باشن یا همهشون ازش کوچیکتر باشن، و به کلید هم بستگی داره، به مقایسه کلید با AI بستگی داره. این از این. مثلا ما توی مثال بالا گزینه 4 رو که نگاه میکنیم این شرط رو نقض کرده، کلیدی که میخوام جستجو کنیم 365. میام اینجا مشکلی پیش نمیاد، اینجا رو میخوام بگم. الان من در گام سوم به 913 برخورد میکنم ولی کلیدم 365. چون کلید من از 913 کوچکتره، پس همه عددهای بعدی باید سمت چپ، یعنی کوچکتر از 913 باشن، ولی 914 این شرط رو زیر پا گذاشته. پس گزینه 4 غلطه، گزینه 4 نمیتونه جواب باشه، و یعنی جواب ما همون گزینه 4ه، چون میخوام بگیم کدوم نمیتواند باشد. خیلی خوب، این از این. اما بچه ها در این زمینه یه مسئله دیگه هم وجود داره. در این مورد
بله، بعد بیاد سمت راست AI. اگر بزرگتر از AI باشه بعد بیاد سمت راستش، اگر کوچکتر از AI باشه بعد سمت چپش. در این زمینه یه سوال مرتبط هم وجود داره. اون سوال اینه، الان به ما گفته بود که بین این چهارتا کدوم نمیتونه باشه، ما هم پیدا کردیم. اگر ما بخوایم کدی بنویسیم که اون کد این کار را انجام بده، یعنی تشخیص بده که این دنباله میتواند دنباله جستجوی دودویی باشد یا نمیتواند، اون کد زمان اجراش چقدره، اون کد چطور باید کار کنه؟ چون ببینید اینطوری که من و شما برای خودمون توضیح دادیم، اگر کد ما هم بخواد این کارو کنه که خیلی زمان بره، یعنی مثلا چون کلید از این کوچیکتره پس همه رو تا انتها چک کنه ببینه کوچیکترن یا نه، های انتا زمان اینجا میذاریم، بعد چون کلید از این بزرگتره پس دوباره از اول تا آخر بعد چک کنه ببینه از این بزرگترن یا نه، خب این که زمان اجراش خیلی زیاد میشه. اگر بخواید با یک بار پیمایش اینو تشخیص بدید، آیا راهی داره؟ بله، فقط از آخر به اول بعد بیایم به این صورت. پس مسئله ما این میشه، میگه زمان اجرای الگوریتمی که دنباله A1 تا N رو بهش بدیم، بعد ایشون به ما بگه که آیا این دنباله جستجوی دودویی هست یا نه، اینو به ما بگه. اینو در چه مرتبه میشه حل کرد؟ با یک بار پیمایش میشه این کارو کرد. چطور؟ از آخر به اول باید بیایم، رکوردهای ماکس و مین رو ثبت کنیم. شرطش اینه که هیچ عددی نباید بین ماکس و مین قبلی قرار بگیره، هر عددی باید رکورد چکنی کند یا لااقل با ماکس و مین برابر باشد. مثلا گزینه یک رو ببینید، گزینه یک این شرط رو داره، من گزینه یک رو اینجا توضیح بدم براتون. در گزینه یک از انتها به ابتدا شروع به حرکت میکنم، در ابتدا ماکس و مین هر دو 365 هن. خیلی خوب، عدد بعدی مینیموم رو میاره پایین تر، یعنی یه رکورد چکنی انجام داد، ما همین رو ازش میخواییم. الان مینیموم 280، ماکسیموم 365. عدد بعدی انتظاری که ازش داری اینه بین این دوتا قرار نگیره، یا ماکسیموم رو تغییر بده یا مینیموم رو تغییر بده یا حداقل با اونها برابر باشه. 383 یه رکورد جدیده، ماکسیموم رو افزایش داد، 383 خوبه، ما همین انتظار رو داریم. بعدی 384 ماکسیموم جدیدی ثبت شد، 268 مینیموم جدیدی ثبت شد. برای این اگر اینطوری پیش بیاد، دهنه این پرانتز مدام باید بازتر بشه، من بهش میگم ویژگی پرانتزی باید داشته باشه، این دهنش باید مدام بزرگتر بشه و در این صورت خوبه، یعنی اون دنباله میتونه دنباله جستجوی دودویی باشه. اما مثلا در گزینه 4 این شرط نقض شده. در گزینه 4 شما توی این مرحله، مثلا در این مرحله تا اینجا که میاد، بین اینها ماکسیموم 914 هست، مینیموم 242. عدد بعدی نباید در محدوده یا اون دوتا قرار بگیره که قرار گرفته، 913 در محدوده یا اون بازه قرار گرفته، پس غلطه، این نمیتونه. و چون با یک بار پیمایش این انجام میشه، زمان اجرای چنین الگوریتمی او اینه. مسئله بعدی، خب مسئله بعدی یه مسئله تیپیک و تکراری، یه دیگه شما بارها نمونه این سوالات رو دیدید. هر وقت ما یک آرایه یا دو تا آرایه داریم، حالا چه یک آرایه در داخل اون آرایه دنبال یه جفتی میگردیم با فلان ویژگی، یا دو تا آرایه داریم دنبال یه آ و یه ب میگردیم با فلان ویژگی، هر وقت مسئله مشابه این داریم، غالباً استراتژی به این صورته که اول مرتب سازی رو انجام میدیم، به اندازه n log n زمان میذاریم که توی این سوال خاص لازم نیست، چون که گفته آرایه مرتبه، پس این مرحله شو از دوش ما برداشته،
پس آرایه ما مرتب هست خودش. در ادامه حالا چه یه آرایه باشه چه دوتا آرایه باشه، معمولا این نوع مسئله ها رو به این صورت حل میکنیم که یه پیمایش خطی آی از یک شروع بشه، جی از ان شروع بشه. اول از این دوتا شروع میکنیم، بعد یه شرطی میذاریم که گاهی جی کاهش پیدا کنه گاهی آی افزایش پیدا کنه. در هر گام یا جی کاهش پیدا کنه یا آی افزایش پیدا کنه و حد اکثر در دو ان مرحله کار تموم بشه، یعنی در زمان او ان. مثلا در این مثال خاص که من دنبال عدد یه جفتی میگردم که اختلافشون بشه کا، کا هم یه عدد ثابته. مثلا تو این مثالی که خودم نوشتم فرض کنید من دنبال دو تا عددم که اختلافشون بشه 4. مثلا میام چیکار میکنم؟ آرایه رو مرتب کرده برام، پس اون مرحله رو از دوش من برداشته، آی رو 1 قرار میدم، جی رو ان قرار میدم. اختلاف این دوتا اگر خیلی زیاده به جی میگم برو عقبتر، یعنی اختلاف یه خورده کم کن. اگر خیلی کمه به آی میگم یه خورده بیا بیشتر. بعد به همین ترتیب کار تموم میشه. خلاصه مثلا اینجا من دنبال اختلاف 4 میگردم، خب 2 و 16 اختلافشون 14 زیاده، خب به جی میگم برو عقبتر. 2 و 12 اختلافشون 10 به جی میگم برو عقبتر. اختلاف 7 جی بره عقبتر. اختلاف 5 هنوزم جی بره عقبتر. بعد اینجا میبینم رد شدیم ازش، از اختلاف 5 رسیدیم به اختلاف 3. 2 و 5 اختلافشون 3 هست. اینجا میگیم از عدد رد شدیم، حالا تغییر رویه میدیم، حالا به آی میگیم شما حرکت کن. آی 3 میشه، 5 میشه، 7 میشه. خلاصه اینجا که میرسه من دو تا عدد که اختلافشون 4 باشه رو پیدا میکنم. میدونید دیگه این البته دقیقاً این کد ممکنه دقیق نباشه ولی استراتژی همینه. و این استراتژی تا وقتی که آی به انتها برسه یا جی به ابتدا برسه بعد ادامه پیدا کنه و میدونید که خطیه دیگه. در حالت کلی یه مرتب سازی میخواد، یعنی ان لوگ ان، و بعد یه پیمایش میخواد که 2n مرحله طول میکشه. حالا مرتب سازیشو لازم نداریم، پس گزینه 1. مسئله بعدی هم بیشتر به نظر من ریاضیه تا داده الگوریتم. چرا اصلا نمیدونم چه ربطی داشت این مسئله تو درس ساختمان داده. اول دقت کنید منظور سوال رو بگیرید. اون برگ ها یا صفرن یا یکن، نمیدونیم کدومشن. این برگ ممکنه صفر باشه ممکنه 1 باشه. این از برگ ها. اینجا دوتا با هم جمع میشن، این دوتا فرزندش رو از هم کم میکنه، این دوتا رو کم میکنه از هم، این کم میکنه، کم میکنه، جمع میزنه، اینم جمع میزنه. ماکسیموم رو میخوایم، بیشترین حد این گره رو میخوایم، ماکسیموم خروجی رو میخوایم. خب همونطور که هر بچه دبیرستانی بلده، وقتی که شما میخواید یه مجموع به بیشترین حد ممکن برسه باید بیشترین مقدار یو و بیشترین مقدار وی رو به دست بیارید. اما اگر یه تفاضل میخواید به بیشترین حد ممکن برسه باید یو رو تا میتونید زیاد کنید، وی رو تا میتونید کم کنید. یعنی ماکسیموم یو رو پیدا کنید، مینیموم وی رو پیدا کنید. در مورد مینیموم هم که دیگه به همین صورت به طور مشابه، اگر من مینیموم یه مجموع رو بخوام سعی میکنم تا حد امکان هر دوتا کاهش پیدا کنن. اما اگر من کمترین مقدار یومن های وی رو بخوام سعی میکنم یویی که علامتش مثبته بزنم تو سرش، یعنی بیارمش پایین، و وی که علامتش منفیه رو تا حد امکان افزایش بدم تا کمترین مقدار یومن های وی به دست بیاد. خب این از این. حالا ما با همین استراتژی در این درخت حرکت میکنیم. من میخوام این به بیشترین حد ممکن خودش برسه، اینم جمع این دوتاست. پس از این طرف بیشترین مقدار رو میخوام، از این طرف هم بیشترین مقدار رو میخوام. بعد میرم پایین، یه تفریقه، میخوام یه تفاضل به بیشترین حد ممکن برسه، میخوام یو منهای وی به ماکسیموم خودش برسه.
پس باید یورو تا حد امکان زیاد کنم، وی رو تا حد امکان کم کنم. بنابراین من از این نود انتظار دارم به ماکسیموم خودش برسه، از این انتظار دارم به مینیموم خودش برسه. اینجا بیشترین مقدار یه مجموع رو میخوام. اگر میخوای یه مجموع بیشترین حد ممکن برسه، هم این طرف باید ماکسیموم بشه، هم این طرف باید ماکسیموم بشه. خب حالا بریم آخرین لایه. ماکسیموم این گره رو میخوایم، یک به اضافه یک. کمترین مقدار این گره رو میخوام، باید کمترین مقدار این منهای بیشترین مقدار اون طرفی بشه. صفر منهای یک میشه منفی یک. این صفر منهای ماکسیموم تفاضل، باید بیشترین مقدار این منهای کمترین مقدار این بشه، یعنی یک منهای صفر. بیشترین مقدار یه مجموع، باید هر دو طرف به بیشترین حد ممکن برسن. این است. حالا دیگه شروع میکنیم، میریم بالا دیگه. نه، از این دو اومد بالا، از این منفی یک اومد بالا. دو منهای منفی یک میشه سه. دو منهای منفی یک میشه سه. اینجا از این طرف یک اومده بالا، از این طرف دو اومده بالا، پس میشه سه. سه به علاوه سه میشه شیش. بنابراین جواب این سوال گزینه چار. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی هم مسئله ساده هست درباره این بازه‌هایی که همپوشانی دارن با هم. حالا بعداً یادتون باشه من توی بخش‌های بعدی چند تا الگوریتم معروف درباره بازه‌هایی که همپوشانی دارن بهتون بگم. ولی به هر حال اینجا گفته که چند تا پروژه هست. پروژه آ در این لحظه شروع میشه. این پروژه شروع میشه. پس یه دستگاه لازم داریم که پروژه آ رو انجام بده. یه دستگاه مشغول به کاره. پروژه بی استارت میخوره، هنوز پروژه آ تموم نشده. پس یه دستگاه دیگه هم لازمه که کار کنه. بعد پروژه سی استارت میخوره، پروژه های قبلی هم هنوز تموم نشده. پس یه دستگاه دیگه لازم دارم. پروژه آ تموم شده اینجا، اند، به پایان رسیده. پس یه دستگاه خاموش شد. تعداد دستگاه در اینجا یه دونه ازش کم میشه. بعد به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. سوال اینه، گفته که اگر این ما برای هر کدوم از این پروژه ها یه دستگاه لازم داشته باشیم، حداقل چند تا دستگاه، حالا اینجا گفته اتاق، حداقل چند تا اتاق لازم داریم برای اینکه این کار بتونه انجام بشه. خب باید ببینیم که در یک چنین تصویری، ببینید من به ازای هر استارتی یه مثبت یک دارم، به ازای هر اندی یه منهای یک دارم. برای تصور کنید اینجا مقدار n یعنی تعداد اتاق‌های مورد نیاز، تعداد دستگاه‌های مورد نیاز. اینجا n یه واحد افزایش پیدا می‌کنه، بعد یه واحد دیگه افزایش پیدا می‌کنه، بعد یه واحد دیگه افزایش پیدا می‌کنه، بعد یه واحد کاهش پیدا می‌کنه. بعد یه دستگاه یه کار شروع شده، پس یه دستگاه لازم داریم. کاری تموم شده، بعد یه کار شروع شد، یه کار دیگه شروع شد، بعد تموم شد، بعد تموم شد، بعد شروع شد، تموم، تموم، استارت، اند، اند، تموم. ما در بدترین موقعیت، یعنی موقعی که خیلی فشار کاری داشتیم، نیاز به 4 تا اتاق داشتیم. و اینجا در اینجا در این لحظه تعداد استارت ها منهای تعداد اند ها به بیشترین حد ممکن خودش رسیده. من اگر 4 تا اتاق داشته باشم این پروژه ها قابل انجام میشن. بنابراین اگر بخوایم کد نویسی کنیم، بعد به این صورت کد نویسی کنیم، به ترتیب تایم ها رو بپیماییم. هر تایمی که تایم استارت باشه به n یه واحد اضافه کنیم، هر تایمی که از نوع اند باشه از n یه واحد کم کنیم. بعد ماکسیموم n رو، رکورد رو ثبت کنیم. هر اگر رکورد شکنی انجام شد، آره، بزرگترین رکوردی که ثبت میشه جواب من و شماست. و
بنابراین برای اینکه این کارها انجام بشه ما به 4 تا دستگاه نیاز داریم، یا به قول ایشون هر فعالیت یه اتاق لازم داره، پس ما به 4 تا اتاق احتیاج داریم. حالا فرق نمیکنه. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی درباره تابع هشه. ببینید بچه ها، معروف ترین هش هایی که استفاده میشه این دوتاست دیگه، دیدید حتما توی سوالات اینا رو زیاد دیدید. یکی این که آی بتا، اگر جدولمون ام تا آدرس داشته باشه، جدول هشمون ام تا آدرس داشته باشه، شما از هم نهشتی به پیمانه ام باید استفاده کنید. اگر از هم نهشتی به پیمانه کمتری استفاده کنید که کارتون خیلی بیمعنی و تابع هشتون یک نواخت نمیشه. اگر شما جدول هشتون 10 تا آدرس داشته باشه بعد از هم نهشتی به پیمانه 5 استفاده کنید، هم نهشتی به پیمانه 5 فقط آدرس های 0, 1 تا 4 رو به شما میده، پس این خونه ها رو خالی میذاره، پس یک نواخت عمل نمیکنه. پس اگر جدولی با M تا آدرس دارید، هم نهشتی به پیمانه M لااقل باید باشه. این از این. بعد درباره این که کدوم این تابه ها برای این که یک نواخت عمل کنن، یعنی احتمال این که کلیدی رو به اینجا بفرستن با احتمال این که کلید رو به اینجا بفرستن با اینجا بفرستن برابر باشه، به طور یک نواختی اینا رو پخش کنن، شرطی که لازم دارن اینه: اگر از فرمول آی به توان کا استفاده میکنی، کا و ام نسبت به هم اول باشن، کا و ام عامل مشترک نداشته باشن، مقسوم علیه مشترکشون 1 باشه. اگر کا ضرب در آی استفاده میکنی، دوباره کا و ام نسبت به هم اول باشن. اگر از توان استفاده میکنی، توانش. اگر از ضریب استفاده میکنی، ضریبش. این دوتا باید نسبت به ام اول باشن تا تابع هش شما یک نواخت بشه. خب الان توی گزینه ها اینجا آی به توان 2 مود 10، 2 و 10 نسبت به هم اول نیستن که، هر دو به 2 بخش پذیرن. آی به توان 3 مود 10، این خوبه، 3 و 10 نسبت به هم اولن. 12 تا آی مود 10، 12 و 10 نسبت به هم اول نیستن، هر دو به 2 بخش پذیرن، پس عامل مشترک دارن. 4 تا آی به توان 2 مود 10، هم 4ش مشکل داره هم توان 2ش مشکل داره، هیچ کدوم نسبت به 10 اول نیستن. یه نکته ای، این کا آی اگه هر عددی دوست داری بهش اضافه کن، مهم نیست برام. عدد ثابت دوست داری، هر عدد ثابتی دلت میخواد اضافه کن، مهم نیست، ولی ضریبش مهمه، توانش مهمه. یه نکته دیگه هم، حالا که صحبتش رو درباره اینها یادتون باشه بچه ها، وقتی که به پیمانه M کار میکنید، همه ضریب ها رو هم به پیمانه M بخونید. مثلا منظورم چیه؟ مثلا فرض کنید که وقتی یه تابع هشی به من میدن، بعد میگن که کای به علاوه 1x مود کا. خب این چون مود کا هست، این من میتونم از این ضریب کا تا کم کنم، کا تا اضافه کنم، هر چود دلم بخواد. پیمانتون کاه، یعنی کا یعنی 0. توی سوال شما کا یعنی 0، 2 کا یعنی 0، 3 کا یعنی 0، چون پیمانتون کا است. باقی مانده تقسیم بر کا مهمه. و همین الان این یعنی 1، یعنی hx مساوی x مود کا، و یک نواخت هم هست چون x به توان 1، 1 و k نسبت به هم اولن. یه دقت کنید دیگه، مثلا اینجا نوشته 12 i مود 10، 12 از نظر ما یعنی 2، یعنی الان گزینه 3 2 i مود 10 در واقع، نه 12 i. بگذاریم بریم مسئله بعدی. در مسئله بعدی که باز مثال ساده ای بوده، یک لیستی داریم که قرار هرم بیشینه باشه. همونطور که میدونید هرم هایی که قرار لیست باشن، آرایه باشن، به این صورت لایه لایه پر میشن. بنابراین من عدد 89 رو میدونم که اینجا قرار داره، 19 و 40 در لایه بعدی قرار میگیرن، 17، 12
به همین ترتیب 10 2 به همین ترتیب لایه به لایه اینا رو پر میکنم، از سمت چپ پر میشن. این از این. بعد که این کار انجام میدم این شکل به دست میاد. این قرار هرم بیشینه باشه. هرم بیشینه هر نودی باید از فرزندانش بزرگتر باشه، کلید پدر باید از فرزندان بیشتر باشه. همه جای خوبه، فقط اینجا رابطه بین 10 و 70 رابطه خوبی نیست. خب پس باید 70 و 10 جاشون رو با هم عوض کنن. البته دقت کنید بچه ها که به شکل استاندارد وقتی هیپ‌فای رو اجرا میکنیم بین فرزندان ماکسیموم میاد جای پدر رو میگیره. دقت کنید ماکسیموم جای پدر رو، در اصل این اتفاق باید بیفته، ولی به هر حال 70 و 10 جاشون رو با هم عوض میکنن. 70 میاد اینجا، 10 میاد اینجا، یه جا به جایی لازم شد. بعد که این کار رو انجام میدیم، بعد دوباره رابطه بین 70 و پدرش رابطه خوبی نیست. ماکسیموم دو تا فرزند باید بره جای پدر رو بگیره. برای این 70 میاد بالا و 40 میاد پایین. و حالا همه چیز خوبه. ما با دو تا جابجایی کار رو تموم کردیم. پس گزینه 3. مسئله بعدی. مسئله بعدی. این مسئله مسئله ای هست از کتاب 600 مسئله دوباره درباره الگوریتم دکسترا. ببینید توی دکسترا چیکار میکنه؟ مسئله کوتاه‌ترین مسیرهای تک منبع رو حل میکنه از اس به سایر نودها. دکسترا میگه در شرط کافی، نه شرط لازم، شرط کافی برای اینکه من درست کار کنم اینه که وزن یالها نامنفی باشه. خب چرا اصرار داره و اگر وزن یالها منفی باشه چه مشکلی پیش میاد برای دکسترا؟ مشکلی که پیش میاد اینه، ببینید در دکسترا ما نحوه کارمون به این صورته که وقتی یه نودی رو پردازش کردیم و به مجموعه پردازش شده ها اضافهش کردیم، دیگه مسئله در مورد اون نود حل شده است از نظر ما. مثلا ما در دکسترا وقتی کارو شروع میکنیم اول از اس که شروع میکنیم، فعلا فقط اس در پردازش شده ها قرار داره، منبع. برای بقیه فعلا فاصله بی‌نهایته از اس تا، فعلا مقدار بی‌نهایت. در ابتدا رؤوسی که از اس خارج میشن رو ریلکس میکنیم، یعنی همیشه این کارو میکنیم، همیشه اون گرهی که جدیداً به پردازش شده ها اضافه شده یالهای خروجی از اون رو ریلکس میکنیم. الان تک اس به مجموعه اضافه شده، پس یالهای خروجی از اس رو پردازش میکنم. وقتی پردازش میکنم مثلا میبینم که برای این 5 به دست میاد مسافت، برای این یکی 10 به دست میاد، برای این یکی 20 به دست میاد. بین 20 و 10 و 5 و بی نهایت ها اونی که از همه کوچکتره به مجموعه اسمون اضافه میشه. این اضافه شدن در دکسترا به این معناست که از نظر من و شما پرونده این نود بسته شده دیگه. یعنی وقتی اینو به مجموعه اسمون اضافه میکنیم دیگه اینجا نوشتیم که دلتای x، یعنی دلتای از s تا x 5، پروندهش بسته شده و دیگه در مورد x شکی نداریم. خب چرا دوست داریم یال منفی وجود نداشته باشه؟ چون وجود یک یال منفی ممکنه باعث بشه که از بیرون اس، این یال مجموعه اس من اینه، از بیرون اس مسیری با وزن کمتر از چیزی که الان به دست آوردیم برای نود ایکس وجود داشته باشه. مثلا 20 منهای 20 به اضافه 2، یه مسیری با هزینه 2 از S تا X وجود داره، در حالی که من دارم اینجا میگم پرونده X رو بستم. بنابراین ما در دکسترا به خاطر این نیاز داریم وزن یال ها مثبت بشه. بچه ها انگلیسی که می‌نویسید خیلی توی مسئله قبلی حد
حد اکثر رو اگر میخواست چی میشد؟ دوتا جا به جایی میخواست. بچه ها تو مسئله قبلی چه حد اقل رو میخواست؟ چه حد اکثر؟ دوتا جا به جایی میخواست. توی این مسئله قبلی ببینید بعضی از سوالات که میبینید حد اکثرش بیمعنیه. میدونی چی میگم؟ اینجور نیست که تو هر مسئله ای که حد اکثر رو میپرسن شاید هم حد اقل رو بپرسن، یا اگه حد اقل رو بپرسن شاید هم حد اکثر رو بپرسن. الان مثلا تو این مثال قبلی ما دیدیم که با دو تا جابجایی لازمه، درست شد؟ خب حالا آیا با 4 تا جابجایی هم میشه این مسئله رو حل کرد؟ آره، مثلا اینو با این جابجا میکنم بعد برمیگردونم سر جاش. با 10 تا جابجایی چطور؟ آره اینو با این جابجا میکنم، با این بعدن دوباره همه جابجاییمو برمیگردم سر جاش. یعنی جابجایی های غیر ضروری انجام میدم، چه اشکال داره؟ نه؟ پس اینطور نیست که هر مسئله ای که حداقل رو بپرسن لابد شاید حد اکثرش هم بپرسن. نه، بعضی وقتا فقط حداقل معنی میده، بعضی وقتا فقط حد اکثر معنی میده. در اینجا ما 2 تا جابجایی الزامی داریم و بی نهایت جابجایی غیر الزامی هم میشه انجام داد، لازم نیست ولی میشه انجام داد. میدونی چی میگم؟ آره. از اگر واقعا گفته بود حد اکثر من میگفتم بی نهایت. آره. میتونستم 2 تا نود رو 2 تا کلید رو جابجا کنم بعد در جابجایی بعدی برگردونم سر جاشون. آره. ما 2 تا جابجایی ضروری داریم و کلی جابجایی های غیر ضروری. آره. خب تو خیلی از سوالات اینجوریه، مثلا حداقل رو میپرسن چون حداقلش مهمه، یا مثلا وقتی حد اکثر رو میپرسن چون حد اکثرش مهمه. اینطوریه بعضی اکثر سوالات اینطوریه بچه ها. خب اینجا پس دکستر را به خاطر این نیاز داره که وزن یال ها مثبت باشه. خب قبول، وزن یال ها اگر منفی باشه ممکنه این اشکال پیش بیاد که من نود ایکس رو به مجموعه پردازه شده ها اضافه کنم ولی از خارج اس مسیر کوتاه‌تری به اس وجود داشته باشد. یال منفی ممکنه این مشکل رو برای دکسترا پیش بیاره. خب حالا سوال، آیا این مشکل میتونه توسط خود یالهای خارج شده از اس به وجود اومده باشه؟ نه، نمیتونه. خود یالهای خارج شده از اس رو ما همون اول کار یقشون رو گرفتیم، بنابراین اونا نمیتونن این دردسر رو برای ما درست کنن، یالهای دیگه ممکنه این دردسر رو برای ما درست کنن. این یعنی این که در دکسترا شرط کافی برای جواب دادن دکسترا اینه که وزن یالها نامنفی باشه. در ضمن اگر یالهای خروجی از اس تنها یالهای با وزن منفی باشن اشکالی پیش نمیاد، برای گزینه 4 درسته. اگر یالهایی که از اس خارج شدند فقط اینها یالهای با وزن منفی باشن، اون اشکالاتی که گفتم برای دکسترا پیش نمیاد و دکسترا باز درست کار میکنه. خیلی خوب، این از این. خب اینم توضیحاتشو نوشتم که بعدم میتونید بخونید. بریم سراغ مسئله بعدی. در یک شبکه فقط مجاز هستیم که ظرفیت یکی از یالها رو در این شبکه که دارید میبینید به شما اجازه میدن که فقط ظرفیت یکی از یالها رو تغییر بدید، یعنی افزایش بدید دیگه. کدومش رو افزایش میدید؟ بعد با این کارتون اف استار چقدر افزایش پیدا میکنه؟ اینم بد نوشته، به لحاظ ادبی نباید بگه ظرفیت یک یال را، منظورش اینه که ظرفیت یکی از یال ها را. خب بگذاریم. ببینید بچه ها، در شبکه‌ای که به ما داده اگر به کات ها دقت کنید، چون میدونید برش ها هر برشی یه ظرفیتی داره، اف استار مینیمم ظرفیت برش ها هست. من به برش ها نگاه میکنم، مثلا این برش ظرفیت 12 رو به من میده، 5 تا 7 تا. این برش ظرفیت 15 رو داره.
بقیه برش ها برش های مورب رو هم در نظر گرفتم. مثلا این برش از سمت S یعنی از این طرف به اون طرف چقدر ظرفیت به شما میده؟ 5 تا و 2 تا و 3 تا یعنی 10. و مثلا این برش یه 12 تا به شما میده، یه 7 تا. همین اون دو رو که از سمت T به S قبول نیست، ولی از سمت S به سمت T ظرفیتی که به من میده این برش 12 به علاوه 7 19 است. وقتی به ظرفیت برش های مختلف دقت میکنیم که از سمت S به سمت T چقدر ظرفیت به ما میدن، این عدد ها به دست میاد. همونطور که میدونید مینیموم اینها F استاره. F استار یعنی حد اکثر جریانی که میشه عبور داد، برابر است با مینیموم ظرفیت برش ها. فعلا F استار 10. خب من میخوام F استار یه خورده بیاد بالاتر. خب معلومه که باید کاری کنم این ظرفیت این برش افزایش پیدا کنه. این ظرفیت این برش، ظرفیت این برش به این یال و این یال و این یال مربوطه. خب فرض کنید من این 10 رو تونستم افزایش بدم، بهتر نیست حالا که داریم میریم بالا از شر این مینیموم میخوایم خلاص بشیم، از شر این یکی هم خلاص بشیم؟ این 12 از کجا به دست اومد؟ 12 به این یال دوباره و این یال بستگی. پس از اینجا متوجه میشیم که این یال خیلی اثر گذاره. اگر ما ظرفیت این یال رو بیشتر کنیم، دو تا از کات ها ظرفیتشون میاد بالاتر و اون وقت مینیموم 15 میشه به جای 10. یعنی اف استار به جای 10 میتونه به 15 برسه. یعنی هم یال رو از روی برش ها پیدا کردم، یال کدوم یال اثر میذاره، دو تا از مینیموم ها رو حذف میکنه و اینکه چقدر افزایش میده جریان رو. این یه راه، یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگه هم دیدگاه ساده تریه که میاد به، حالا چون شکل خیلی کوچولوئه، میاد اینجا بررسی میکنه که مثلا توی هر کدوم از نودهای ما دو تا نود میانی که بیشتر نداریم، که یکی این نود یکی این نود، ایشون چقدر ورودی داره چقدر خروجی، ظرفیت منظورم ها، و پایینی چقدر ظرفیت ورود داره چقدر ظرفیت خروج داره. خب الان خوب که دقت میکنم میبینم از نظر ایشون این میتونه میشه در بهترین حالت ممکن 7 واحد جریان بهش وارد کرد، ولی متاسفانه و 12 تا رو میتونه از خودش خارج کنه. پس این یه ظرفیت هدر رفته داره توی ورود، یعنی میتونه 12 تا رو خارج کنه ولی متاسفانه 7 تا ورودی بیشتر نداره. اگر بشه ورودی این رو افزایش داد، میتونه 12 تا به ما جریان از خودش عبور بده. در حال حاضر داریم از 7 تاش استفاده میکنیم. این اختلاف بین 7 و 12 رو میشه سازگار کرد. چطور؟ مثلا ظرفیت این یال رو به جای 5 اگر 10 بگیریم، این میتونه 12 تا ورودی داشته باشه، 12 تا هم خروجی. اگر این کار رو انجام بدیم 5 واحد بیشتر میشه جریانی که از S به T رسوندیم. خب این یه نود پایینی رو که بررسی میکنم، توی نود پایینی مشکل دیگه ای وجود داره. مقدار ورودی 7ه، ظرفیتی که وارد میشه 7ه، ولی نمیتونه تمام این 7 تا رو انتقال بده، 5 تا رو از خودش میتونه خارج کنه فقط. پس اگر یالهای خروجی ایشون رو تغییر بدی، مثلا این یال رو به جای 3 بگیری بالاتر کنی، مثلا میتونه اون 7 تایی که وارد میشه رو از خودش عبور بده، اما در این صورت فقط 2 واحد بیشتر میشه جریان. الان اختلاف 7 و 5 مقداریه که هدر میره. اگر خروجی اینو افزایش بدی، 2 واحد جریان رو افزایش دادی.
خب معلومه که اون نود بالایی اثر بیشتری داره. 5 واحد اختلاف ظرفیت ورودی و ظرفیت خروجیشه. بنابراین چون اینجا اختلاف بیشتری وجود داره، من میام این دوتا رو با هم سازگار میکنم. پس ظرفیت این یال رو به جای 5 میگیرم 60، ها؟ طوری که این بتونه از تمام ظرفیت خروجی خودش استفاده کنه. حالا به جای 5-10 بگیریم خوبه دیگه، 5 واحد هم افزایش پیدا میکنه. بنابراین ما میتونیم با تغییر ظرفیت این یال مقدار جریان رو 5 واحد افزایش بدیم. گزینه 2. پس 2 تا روش داده، یکی که به ظرفیت کات ها دقت کنید، یکی همین که ببینید تو نودهای میانی اختلافه، نمیگم تفاضل کدوم و کدوم، اختلاف ظرفیت ورودی و ظرفیت خروجی چقدره. بعد ببینید توی کدوم نود اختلاف خیلی زیاده، یالهای مربوط به اون نود رو درست کنید. بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی، ببینید این حالا یه سوال کلیه درباره مفهوم خانواده پی، ان پی، ان پی کامپلیت و ان پی هارد. من دوست دارم یه تجسمی بهتون بدم، اگر حالا نمیخوام تعاریفشون رو بگم و درس بدم و اینها، ولی یه تجسمی بهتون بدم که در کار کردن با این خانواده ها راحت باشید. به این تجسم دقت کنید. ببینید اینجا رو بچه ها، این هر کدوم از این نودهایی که دارید میبینید یه مسئله است. مثلا مسئله مرتب سازی، مسئله پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر در فلان گراف، مسئله نمیدونم شار حداکثری، مسئله الا اینا مسائلی هستن که پیدا کردن دور اویلری، پیدا کردن دور همیلتونی، نمیدونم الاخر. این خطی که همه اینها NP هن، همه این مسائل در رده NP قرار دارن، مسائل معروفی که من و شما باشون سر کار داشتیم. من نمیگم همه مسائل دنیا NP هن، میگم این خانواده‌ای که الان داریم NP هن، رده NP، همشون NP هن، تمام مسائلی که اسمشو تا حالا شنیدید NP هن. خب این لایه آبی رنگ سطح آبه. ما سطح آب رو نمیدونیم، میدونین؟ ما نمیدونیم چقدر از این مسئله ها زیر آب قرار میگیرن، خیس میشن، نمیدونیم. ولی به اونایی که خیس میشن میگیم رده پی. دقیقا چیزی که آدم ها نمیدونن اینه که این سطح این آب کجاست الان. اینو شاید اینجاست، شاید اینجاست، شاید اینجاست، نمیدونیم. ولی اونایی که خیس میشن و در داخل آب قرار میگیرن، اونها مسائلی هستن که در زمان چند جمله‌ای قابل حلن. حالا بعضی هاشون رو فهمیدیم روششو، میدونیم در زمان چند جمله‌ای، مثل مرتب سازی، مثل مسئله پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیرها در گرافی که وزنها مثبت باشه، مثل الاغ، اینا رو بلدیم، همه رو، همه الگوریتمایی که خوندید همشون اکثرا در رد یا زمان اجرای N, N2, N4, N3, N2 log N، اینا همه از مرتبه چند جمله‌ای هن دیگه. خیلی خوب، ما نمیدونیم کدوم از چقدر از مسئله ها رو میشه زیر این آب قرار داد. فقط تا الان موفق شدیم بعضی هاشو مطمئن بشیم، مثلا مرتب سازی ها رو مطمئن شدیم که خیس شدن تا حالا. بعضی از مسئله ها، حالا ولی در آینده این آب تا کجا بالا میاد کسی نمیدونه، شاید همشون از رده پی بشن، یعنی شاید سطح آب بیاد اینجا، شاید هم نه، بعضی هاشون ثابت بشه که هیچ وقت وارد آب نمیشن. ولی اونایی که خیس میشن بهشون میگیم رده پی. پس ما مطمئنیم که پی زیر مجموعه ان پیه. بعضی از اعضای NP که خیس میشن میشن رده P. خیلی خوب، این است، این از رابطه P و NP. نکته دیگه، در بین عناصر NP
در بین این مسئله ها یه ارتباطاتی وجود داره. بعضی از مسائل در زمان چند جمله ای قابل تبدیل به مسائل دیگر، مثلا میگن مسئله تصمیمش رو میشه در زمان چند جمله ای به مسئله تصمیم دیگری کاهش داد. حالا اون اصطلاحاتش رو نمیخوام اینجا واردش بشم، ولی معنای این حرفا اینه که یه روابطی وجود داره بین این مسائل عضو NP. هر مسئله ای یه ارتباطاتی داره، غلبه داره بر بعض چند تا از مسائل دیگه. این غلبه به این معناست که ما مطمئنیم اگر این خیس بشه اونا هم خیس میشن، یعنی یه جوری این تو سطح بالاتری، اگر آب به این برسه من مطمئنم آب به اون ستای دیگه هم رسیده. خب این از اینو وقتی میخوان به زبان علمی بگن، به زبان علمیش میشه این مسئله آ در زمان چند جمله ای قابل کاهش به مسئله بی است. این جمله رو وقتی شنیدید که آ قابل کاهش به بیه، معنیش اینه که بی از آ سختره، یعنی بی از آ سختره، یعنی اگر روزی بی در رده پی قرار بگیره، آ حتما در رده پی قرار میگیره. معناش اینه. خب بگذاریم، هر کدوم از مسائل NP ممکنه با 3-4 تا مسئله NP دیگه از این ارتباطات داشته باشه. خب حالا بین NP ها بعضی هاشون هستن که تمام NP های دیگه زیر دستشونن، اونا NP کاملن. مثلا بین NP ها، مثلا این رده اینا، مثلا پیدا کردن دور همیلتونی، مسئله ارضا پذیری ست، مسئله یافتن خوشه ماکسیمال، اینا مسائل NP کاملن. اینا مسائلی هستن که اگر یه روزی یکی از اینا ثابت بشه که خیس شده، یعنی NP با پی برابره، یعنی NP با پی برابره، یعنی پی کل NP رو در بر گرفته. اگر یکی از اینا رو یه روزی کسی ثابت کنه که میشه در زمان چند جمله ای حل کرد، یعنی پی با ام پی برابر میشه. این از این ارتباط بین پی ان پی و ان پی کامل. خب اگر یه مسئله ان پی فقط بدونید ان پی، نمیدونید که ان پی کامل هم هست یا نه، به شما بگن یه مسئله ان پی در زمان چند جمله ای حل شد، خب من متوجه میشم که این تا اینجا حتما عضو پی ان، ولی اینکه همشون عضو پی ان یا نه نمیدونم، این وزیر دستاش عضو پی میشن، اینجاشو مطمئن میشم. بگذاریم. بعد پس بچه ها توی این سوال اگر یک مسئله عضو کلاس NP کامل در زمان چند جمله ای حل بشه، یعنی تبدیل بشه به یه عضو پی، یعنی این که یه دونه از اینا هست، از اینا که این بالا هستن خیس شده. خب اگر یکی از اینا خیس بشه، یعنی اصلا پی و ان پی و ان پی کامل و اینا همه ای تو یه لایه هن. این همه فشرده، مثل فنر فشرده میشن، همه یه مجموعه هستن. بعد مسئله ارضا پذیری هم یکی از ان پی هاست، یکی از ان پی کامل هاست، اونم جز خانواده پی میشه، مثلا اونم یکی از ایناست. یعنی اگر یه مسئله ان پی کامل در زمان چند جمله ای حل بشه، ان پی با پی برابره، ان پی کامل ها همون ان پی ان، همون پی ان. بعد مسئله ارضا پذیری در زمان چند جمله ای حل شده، مسئله 300، حالا میدونید 200 که خود به خود عضو پی هست ثابت شده، 300 معلوم نیست عضو پی هست یا نه، ولی اگر این یکی رو بتونیم در زمان چند جمله که این سه تا گزینه درستن. اما NP hard یه داستان دیگه است. NP hard به این تعریفایی که گفتم بهتون ربطی نداره. NP hard یه رابطه بین یه مسئله ارضا پذیری با چند تا مسئله دیگه. بعضی از مسائل NP complete بعضی از اینا هستن که با مسئله ارضا پذیری رابطه ای دارن، اونا رو میگن NP hard.
خود مسئله ارضا پذیری یکیشونه، اونایی هم که با ایشون در یه خانواده باشن اونا هم NP هاردن. این از این. پس NP هارد ربطی به داستان ما درباره ارتباط P و NP و اینا نداره. خب امیدوارم که یه تجسمی از این سه تا زیر دسته گرفته باشید. پس ما P رو نمیدونیم تا کجا بالا میاد، نمیدونیم واقعا. بعضی ها رو مطمئنیم عضو P هن، بعضی ها رو نمیدونیم هستن یا نه. ولی اگر روزی مسئله ارضا پذیری عضو خانواده پی شد، یعنی خانواده پی تا اینجا اومده بالا و همشون روز خانواده پی میشن. بگذاریم. مسئله بعدی درباره آفرین، مثلا فروشنده دورگرد، آفرین، اینا یا کوله پشتی در حالت کلی. آره بگذاریم. مسئله بعدی درباره حل یه رابطه بازگشتی که همه شما تو 10 ثانیه حلش میکنید، من میخوام یه خود کاملتر در موردش توضیح بدم. خب اینه که میدونید دیگه 4/11 و 6/11 مجموعشون کوچکتر از 1، بنابراین این n به توان 1 در لوگاریتم ضرب نمیشه، جواب n. یکی از جواب این مسئله 4/11 به علاوه 6/11 میشه 10/11 کمتر از 1، بنابراین جواب همون FN مونه، یعنی N به توان 1. اما حالا یه خورده آمادگی بیشتر در این زمینه ها داشته باشید. ببینید بچه ها، دقت کنید این فرمول معروفی که همه تون تقریبا حفظید، این برای N به توان 1. اگر N به توان کابوت چطور؟ این یه نکته. نکته دوم، اگر اینجا ضریب داشتیم چطور؟ خب حالا این یه قدم کاملتر اگر بخوایم اینو یاد بگیریم میشه اسلاید بعدیمون که فکر کنم داره رکورد میگیره. خدا رو صبر کنیم، پاورپوینتمون یه خورده سنگین شد. خیلی خوب، اگر یه خورده کاملتر بخوایم این مسئله رو یاد بگیریم، اسلاید بعدی رو ببینید. فرض کنید که FN مون N به توان کا، هنوز هم حالت کلی نیستا، FN N به توان کا باشه، مثلا N به توان کا تقسیم بر لوگاریت نباشه، N به توان کا ضرب در لوگاریت نه، فقط N به توان کا باشه و ضریب هم حالا میتونید داشته باشید، A1 و B1 A1 و A2 ضریب داشته باشید، اشکال نداره. خب اینجا N به توان کا است و ضریب داریم. این بار باید چیکار کنید؟ بیاید به جای اینکه فقط B1 و B2 رو جمع بزنید، B1 و B2 رو به توان کا برسونید، آی ها رو هم درش ضرب کنید، بعد جمع بزنید با هم، یعنی A1 B1 به توان کا، A2 B2 به توان کا. اگر کا 1 باشه میشه همون کاری که قبلا میکردید. پس اینا رو به توان کا برسونید، ضریب ها رو هم در نظر بگیرید، بعد جمع بزنید ببینید چی میشه. اگر کوچکتر از 1 شد جواب همون N به توان کا است. اگر مساوی 1 شد جواب N به توان کا در لوگاریتمه. اگر بزرگتر از 1 شد جواب چند جمله ایه و درجهش بیشتر از کاه. دقت کنید، چند جمله ایه، یعنی N به توان مثلا کا لوگ N و این چیزا نیست، یه N به توان P هست و P یه عددیه بزرگتر از کا. حالا ممکنه مثلا بخواید بگید که من کاه به علاوه اپسیلونه، آره درسته، کا به علاوه یه مقدار مثبت، جواب در از اون رد است. این سه تا حالت که فکر کنم حالت سوم براتون تازگی داره احتمالا. خب پس در حالت کلی، نسبتاً کلی، اگر FN N به توان کا باشه، ما از قضیه آکرا میتونیم به این شکل استفاده کنیم، A1 B1 به توان کا، A2 B2 به توان کا جمع میزنیم، مساوی 1، بزرگتر از 1، کوچکتر از 1. کوچکتر از 1 بود خود FN تون جوابه، مساوی 1 بود یه لوگاریتم میخواد،
بزرگتر از یک بود، دوباره شبیه اینه ولی درجهش بیشتر از کاه است، از این کاه بزرگتره. خب در کلی ترین حالت ممکن، حالا ممکنه FN شما اصلا N به توان کاه نباشه، مثلا N به توان کاه تقسیم بر لوگاریتم باشه، خب دیگه باید بیاید سراغ خود قضیه آکرا، اون دیگه راهی نداره، خود آکرا رو پیاده کنید. در خود آکرا شما به جای این که ببینید این N به توان کاه است بعد اینها رو به توان کاه برسونید، نه، خودتون باید ببینید بی آی ها رو به توان چند برسونیم مساوی یک به دست میاد. این پی رو شما باید به دست بیارید، باید تنظیم کنید طوری که حاصل مساوی یک بشه. پس پی رو شما به دست میارید اول، بعد که پی رو به دست آوردید جواب از این رابطه مشخص میشه، از TN، از اون فرمول پایین به دست میاد. این کلی ترین حالت ممکنه. در آکرا ضرائب آی باید مثبت باشن، لازم نیست بزرگتر از یک باشن، برعکس قضیه مستر. آی ها فقط مثبت باشن، بی آی ها هم کوچکتر از یک مثبت باشن. مسئله بعدی، مسئله بعدی، مسئله جالبی درباره مسئله کوتاه‌ترین مسیرها بین هر جفت از گره ها وقتی که به روش ماتریسی حلش میکنیم. همطور که میدونید وقتی از روش ماتریسی استفاده میکنیم در پایان دو تا ماتریس به دست میاد، یکی از این ماتریس ها وزن مسیر هاست، یکی از این ماتریس ها گره واسطه است. حالا ما در مورد ماتریس وزن مسیر ها داریم صحبت میکنیم. یه ماتریسی به دست میاد که در این ماتریس در پایان کار بهش میگن ماتریس دی، ماتریس وزن ها، یعنی همون دلتا در واقع، ماتریس کوتاه‌ترین وزن کوتاه‌ترین مسیر. توی این ماتریس شما مثلا هر رأس از رأس آی به رأس جی وزن کوتاه‌ترین مسیر چقدر شده اینجا بهتون گفته، از هر رأس به هر رأسی هزینه کوتاه‌ترین مسیر چقدر توی این ماتریس اومده. خیلی خوب، فرض کنید طرح سوال میگه فرض کنید ما مسئله کوتاه‌ترین مسیرها رو حل کردیم، این ماتریس هم به دست اومده. خیلی خوب، بعد که کارامون رو انجام دادیم ناگهان متوجه شدیم که توی این گرافی که ما روش کار کرده بودیم متاسفانه هزینه یکی از یالها اشتباه درج شده در ورودی، مثلا وزن یکی از یالها تغییر کرد. آیا لازمه همه چیز رو از اول دوباره شروع کنیم به انجام دادن یا خیر؟ خب حالا اینجا سوالش اینه، وزن یکی از یالها کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده، حالا اینجا تو این سوال البته کاهش معنی میده. ما هدفمون دیگه باز حل کوتاه‌ترین مسیرها از هر گره به هر گره دیگه نیست، ما میخوایم کوتاه‌ترین مسیر از S به T رو به دست بیاریم. چقدر زمان لازمه؟ خب من در ماتریس خودم یه عددی دارم که کوتاه‌ترین مسیر از S به T چقدره، اینو دارم، یعنی فعلا یه عددی دارم که به من میگه دلتای S و T اینقدر به دست اومده، این در داخل ماتریس هست. خیلی خوب، میخوام ببینم وقتی وزن این یال تغییر کرده، مثلا از 10 شده 8، آیا بازم این مسیر کوتاه‌ترین مسیره یا از اون کوتاه‌تر هم پیدا میشه؟ خب معلومه که تنها مسیری که رقیب هست، چون مثلا برای بقیه مسیرها که تفاوتی ایجاد نشده، مثلا برای این مسیر که تفاوتی نکرده، ما قبلا بین این مسیر و مسیر قرمز رنگ، مسیر قرمز رنگ برنده شده، اون که تغییری نکرده. تنها مسیری که الان مدعیه و ممکنه ما در اونجا فاصله کمتری رو به دست بیاریم مسیری هست که از یال یووی استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی این مسیر، مسیری که از اس میاد به یو با کوتاه‌ترین مسیر ممکن، یعنی دلتای اس و یو.
بعد از وی میره به تی با کوتاه‌ترین مسیر ممکن، یعنی دلتای وی و تی، و وزن این یال رو هم که الان تغییر کرده بعد بهش اضافه کنیم. ما بعد بین این عدد و این عدد کوچکتر رو به در نظر بگیریم، تنها رقیب این مسیر، درسته؟ ما بعد بین این عدد و این بین این دوتا عدد باید ببینیم که کدوم کوچکتره. هر کدوم کوچکتر بود اون کوتاه‌ترین مسیر از اسپتی در گراف جدیده. خب با این سه تا عدد رو که در ماتریس داریم، بین دو تا عدد باید یه مقایسه انجام بدیم. بنابراین گزینه 3 درسته، یعنی زمان اجرا O1ه. با یک مقایسه کار تموم میشه. مسئله آخر اینه که البته اون که میگم با یک مقایسه، بچه‌ها در عمل باید شما روی اسپ یو اسپ وی هم کار کنید. حالا دیگه میتونید خودتون بعداً دقیق‌تر به موضوع فکر کنید. دو هرم کمینه داریم. بچه‌ها درباره ادغام هرم‌ها چون مسئله معروفیه دیگه خیلی وقت نذاریم. ما دو تا هرم کمینه اگر داشته باشیم، اگر بخوایم فقط اینها رو ادغام کنیم و برامون مهم نباشه که ساختارش ساختار یک آرایه بودنش رو حفظ کنه، یعنی مثلا شکل نهایی از چپ پر شده باشه، اگر برام مهم نباشه که شکل نهایی مثلا برگا از چپ پر شده باشن، اگر اینطوری باشه ادغام دو تا هرم کمینه زمان اجراش لوگ ان هست، ارتفاع بزرگترین هرمی که داریم. چطور انجام میشه؟ اینطوری انجام میشه که یک نود جدید تعریف میکنیم، ریشه های قبلی رو فرزند این نود جدید تعریف میکنیم، بعد آخری یعنی خود به خود میشه اونی که آخرین برگ، آخرین عدد این لیست رو، در واقع یه لیست دیگه، 5, 8, 6, 10 و 14 در واقع یه آرایه هست، آخرین عدد این آرایه رو در داخل ریشه درج میکنیم، یعنی 14 رو از اینجا بر میدارم میارم اینجا درج میکنم و بعد یک بال روال هیپای رو اجرا میکنم. اجرای روال هیپای مثلا بین این دوتا اونی که کوچکتره بیاد جای پدر رو بگیره، بعد به این کار ادامه پیدا کنه تا انتها، به اندازه یه ارتفاع هرم هاست، یعنی لوگ ان. این از این. پس اگر نخوایم ساختار آرایه پیاده سازی بشه، زمان اجرا لوگ انه. اما در اینجا طرح سوال گفته میخواهیم اون هرم‌های کمینمون، چه اون هرم‌هایی که داشتیم چه کلن اون هرم جدید کمینه‌ای که میخوایم، به شکل آرایه پیاده سازی بشن، یعنی شکل نهایی برام مهمه که از چپ پر شده باشه. خب اگر اینطوری باشه که خب ما یادمون میاد که کلن اگر به من n تا عدد بدی در داخل یه لیست، ایجاد هرم با n تا عدد زمان ساخت یک هرم، ساخت هرم از مرتبه او اینه. اگه یادتون باشه ان دوم به علاوه یه ان چهارم به علاوه اینطوری بود که میشد او ان، ان چهارم، ان هشتم دفعه بعد. الان هم ما کلن دو ان تا عدد داریم، ان تا اینجا، ان تا اینجا، و اصلا نمیخوام از هرم بودنشون اصلا نمیخوام استفاده کنم. من یه لیست به طول n دارم، یه لیست به طول n دارم، این دوتا لیست رو میذارم کنار هم، یه لیست بزرگ به طول 2n دارم، با اینا یه هرم میسازم که زمان اجرا میشه 2n. و تو گزینه ها زمان بهتر از n نداریم و به این ابهامی در این زمینه نداریم که گزینه 1 درست میشه. درست شد؟ پس اگر بخوایم ساختار آرایه بودنش رعایت نشه، لوگ n، ادغام دو تا هرم. اگر بخوایم نه، حتما به شکل آرایه باشه، شکل هرم درست باشه، از چپ پر شده باشه، تعداد کلیدها او ان، او دو ان میشه گزینه 1. بسیار خب، خسته نباشید دوستان، این از سوالات سال 99. استراحتی میکنیم بعد سوالات 98 را آغاز میکنیم.